با سلام به تو رفیق ابراهیم آبخ عزیز. سلام بر شما علی جان و درود میفرستم به بینندگان عزیز. رفیق ابراهیم، 40 سالگرد تشکیل حکومت اسلامی که با دولت موقت بازرگان آغاز شد رو در حال گزارش هستیم. در 40 این تشکیل این دولت و ائتلاف روحانیت و لیبرال مذهبی ها، ارزیابی شما پس از این 40 از آن واقعه چیست؟ بله، همونطور که اشاره کردین 40 از حاکمیت جمهوری اسلامی میگذره. 40 که در یک کلام میشه گفت سیاه‌ترین، جز یا حداقل بگیم جز سیاه‌ترین دوران تاریخ جامعه ماست. انقلاب 1357 همطور که خودتون میدونید یک شبه به وجود نیمد و لیبرال ها هم حکومت بازرگان و امثال بازرگان یک باره و یک شبه به کمپ یا به مثل جمع خمینی و طرفداران خمینی نپیوستن. یک پروسه بسیار طولانی داشت. بازرگان ها و امثال بازرگان ها و جبهه ملیچی ها که بعدا اومدن در حکومت بازرگان شرکت کردن، سالهای سال خواستی دیگری داشتن. خواستشون تغییر حکومت شاه نبود، خواستشون این بود که به هر حال اینا هم حق حقوقی داشته باشن، در پارلمان ها بتونن شرکت بکنن، قدرت شاه تا حدی تضعیف بشه، یعنی بره به حد اقلش به سمت چارچوبی که انقلاب مشروطیت تعیین کرده بود، یعنی بره به سمت یک حکومت مشروطه. حتی دوره های از این هم پایین تر میخواستن، ولی خب اون طرف مقابل که شاه بود هرگز به این مسائل توجه نکرد. شما نگاه بکنید، انقلاب 57 در یک کلام خاصی که مردم مطرح کردن قبل از اینکه روحانیت به حاکمیت برسه، خواستی بود که به نوعی میشه گفت که در ادامه خواست انقلاب مشروطه بود. مردم در انقلاب مشروطیت سلطنت رو مخصن بذارن کنار، دستشو کوتاه بکنن، به حد اقل برسونن و اساسا خواست آزادی رو داشتن. مردم مخصن به حقوق شهروندی خودشون برسن. ولی بعد از اون دیدیم که به هر حال انقلاب مشروطیت به شکست انجام میشه، به شکست کشاندن، هرچقدر که خب انقلاب در اول پیروز شد، موفقیت هایی به دست آورد، ولی با دیکتاتوری های بعدی که اومد در واقع مسیر انقلاب مشروطیت رو تغییر دادن، عوض کردن. پس از انقلاب مشروطیت مردم تلاش زیادی کردن که بتونن علارغم وضعیتی که وجود اومده بود مجددا خواسته ها رو مطرح کنن و خواسته هایی که دارن به کرسی بشونن. خواست مردم آزادی، برابری، حقوق شهروندی بود. اگه یادتون باشه اون زمان به هر حال جریان جنگل به وجود اومد در مقابل دیکتاتوری هایی که داشت شکل می گرفت. کلنل پسیان در خراسان، خیابانی در آذربایجان و مهمتر از همه جمهوری گیلان خواست داشتن، خواست برابری داشتن، خواست آزادی داشتن. مسئله حقوق زنان مطرح شده بود در گیلان و و و خودتون بهتر میدونید. ولی از اونجایی که حکومت انگلیس با تمام توانش در مقابل این قضایا قرار داشت و اون موقع هم دست بالا داشت در منطقه، تونست با کودتای رضا شاه تا آنجایی که توانست جلو این حرکت ها رو گرفت. دیدیم که چیکار کرد رضا شاه با دیکتاتوری سیاهی که را انداخت، سرکوب هایی که کرد، هر نوع آزادی آزندگی را سرکوب کرد،
حسن که به هر حال دیکتاتوری بود نسبت به قبل مدرن‌تر بود، گام‌های به سمت مدرنیته برداشت، اما این گام‌ها که برداشت این نبود که به اصطلاح از خواست رضا شاه بود، ضرورت جامعه بود. بعد از انقلاب مشروطیت، بعد از مسئله آذربایجان و مشهد و گیلان، جامعه خواستی داشت که این حرکات شروع شده بود دیگه. میخواست به هر حال بعد یه جوری متحقق میشد، یه جوری حداقلش این که گام های کوچکی در اون زمینه برداشته میشد و برداشته شد و تحدی مثلا فرض کن دانشگاه تهران که ساخته شد، این خواستی بود که از انقلاب مشروطیه بود. جبرن هر دیکتاتوری هم ایمد میبایست یه حدی سازندگی داشته باشه. در همون ارتباط بین نوگرایی و عقب‌ماندگی که انقلاب مشروطه سمبولش شیخ فضل الله نوری بود، درگیری‌ها ایجاد شد. هرچقدر که در ابتدای کودتای رضا شاه سید ضیا با قول معروف سبقه روحانیتی که داشت، بخشی از این از روحانیت با خودش همراه داشت برای این کار، بعدن بین مدیریته و در واقع ارتجاعیت روحانیت این تضاد ایجاد شد و درگیری شد بین رضا شاه و روحانیت. زیاد وارد این قضیه نشیم چون بحث طولانیه، باید یه فرصتی مفصل سر این مسئله صحبت کنم، چون بعضی فکر میکنن که میگن خب 50 سال حکومت پهلوی بخش رضا شاه و رضا شاه این کارا کرد. من معتقدم که شرایط جامعه، شرایط جهانی، خواست مردم، پاسخ به حرکت‌های انقلاب از مشروطیت تا گیلان، همه اینا هر کس غیر از رضا شاه بود، به قول معروف یک چوبم می‌گذاشتن اونجا، مجبور بود سر کارهایی رو انجام بده. نفی نمی‌کنیم این کارا، خیلی خوبه، ولی اون چیزی که ما در مقابلش هستیم مسئله دیکتاتوری و سرکوب‌های و کشتاری که رضا شاه چه در مناطق مختلف کرد و چه در زندان از روشنفکران. اما بعد که رضا شاه میره، به هر حال چون رضا شاه همطور که میدونید آوردن و بردنش، خوب میدونست که وقتی که انگلیسی ها اینو آوردن ممکنه اینو ببرن. سر همین قضیه یادتون باشه رضا شاه یه تغییری در سیاست خودش ایجاد کرد و تغییراتی شروع کرد به سمت رفتن به سمت آلمان و هیتلر و یه هماهنگی با دیکتاتورهای دیگر منطقه، و خب سرانجام هم به هر حال همونطور که خودش میدونست، اون که خودش همیشه معروف دیگه، میگن وقتی که اون کسی که گاو به بالای بام میبره همون هم میتونه اونو بیاره پایین، و سرانجام هم انگلیس اونو تبعید کرد. به هر حال پس از تغییر و تحولات بعد از جنگ جهانی دوم، مردم ایران اومدن خواستش خودشونو مجددن مطرح بکنن، آزادی هایی در اون توازن خواهی که بود داشت شکل میگرفت که نیروی ملی شکل گرفت، نیروی ملی که خواستش مسئله استقلال و آزادی بود که سمبولش مصدق بود، استقلال از تمام قدرت‌های خارجی، نه تنها صرفاً از انگلیس. در حرکات و برنامه مصدق اینو کاملا میشه دید، و آزادی که جامعه داشت می جوشید از پایین. بلافاصله با کودتای 28 مرداد مردم رو برو میشن. کودتای 28 مرداد یه لکه ننگین و سیاهی در دامان رژیم پهلوی و روحانیت. کودتای 28 مرداد ائتلافی بود بین روحانیت و دربار با حمایت آمریکا و انگلیس و دیگر قدرت‌های خارجی، به ویژه آمریکا و انگلیس که الان هم اسناتش هست که همه این روشن نویداست. یعنی استقلال ایران و با زدن مصدق اینا زیر گرفتن، دربار در واقع خودشو به نوعی مدیون اون جریان بود و ادامه داد و وابستگی خودشو در تمامی عرصه‌ها نشون داد.
دیدیم که بلافاصله بعد از اون قرارداد کنسرسیوم نفت بسته میشه که تمام دستاوردهای ملی شدن نفت رو پس میگیره در واقع. خب مسائل دیگه همطور پیش میره، دیکتاتوری روز به روز پایه‌هاش رو محکم‌تر کرد. سالهای 40 بعد از سالهای 40 آخرین فرصت‌ها بود که لیبرال‌ها داشتن و تلاش کردن که بتونن با حکومت شاه به یه هماهنگی برسن، که همطور که خود بازرگان در دادگاهش عنوان کرد و گفت من آخرین کسی هستیم ما که از قانون داریم در واقع دفاع میکنیم و قانونی حرکت میکنیم، و به دلیل اینکه رژیم به جای که پاسخ مثبت به اینا بده رو زندان کرد، همونطور که واقعا آخرینش بود. بعد از اون نیروهای سیاسی تمام دریچه ها رو مسدود دیدن و راهی جز مبارزه به شکل دیگری نداشتن. و اینکه ببینیم که در 57 بازرگان ها میان و اون خودشون دیگه بارون میخواستن، سیل اومد، به هر حال سیل هم اینا رو برد و انداخت در چارچوب به اصطلاح حکومت خمینی شروع کردن حرکت کردن. نخواستی نبود که از اول داشتن. جبهه ملی موقعی هم که سال 56 حرکت یک اکسیون رو انجام داد، به اون پلتفرمش اونجا نگاه بکنی، به اون اعلامیهش اونجا نگاه بکنی، خاصش چیه؟ خاصش اینه که شاه حکومت کنه، شاه بخشید به اصطلاح سلطنت بکنه. تازه زمانی که برآمد اونطوری وجود داره فراتر از اون نمیره. از طرف دیگه روحانیت و این جریان به اصطلاح ملی لیبرال ها، ملی مذهبی ها، الان اصطلاح ملی مذهبی ها بیشتر چیز میکنن، هر دو به هم نیاز داشتن. روحانیت برای اینکه بتونه فریبش رو کامل بکنه و اون شعارهای پشت شعارهایی که تو پاریس مثلا خمینی و امثال خمینی میدادن، بخواد جلوه جلوه بین المللی چه جلوه داخلی بده، طبعا میاد با طرف به اصطلاح نیروهای نهضت آزادی و جبهه ملی اینا هماهنگی به خرج میشه، بخواد بگه که ما اینیم. در واقع میشه گفت که بختیار از یک جناح به اصطلاح لیبرال ها در واقع پل گذار رژیم شاهنشاهی بودن به پلی که بازرگان و کریم سنجابی و فروهر و ابراهیم یزدی قدزاده و بنی‌سعد، یا به قول ملت اون موقع میگفتن مثلث بیخ، در واقع یک پلی رو زدن که به جهنم کنونی در واقع منتقل شدیم. نه، به نظرم بختیار این کار رو نمیخواست بکنه. بختیار توی این جبهه ملی چیا در یک کلام به پرنسیپ های خودش وفادار بود، وفادار بود و میخواست همچون یه حکومت به اصطلاح شاه سلطنت کند، نه حکومت رو برقرار بکنه، یه گامی به سمت همون برگردونه، به سمت خواستهایی که در ابتدا داشته به ملی قبل از این منتادی خیلی دیر شده بود. مسئله این است که زمانی که شاه رفت سراغ جبهه ملی، نیروهای جبهه ملی، دیگه دیر شده بود و اونها هیچ کدوم حاضر نشدن بیان، چون دیدن آب داره اینا رو میبره. اما بختیار حاضر شد، بختیار حاضر شد، ولی خب زمانی اومد بختیار که ایده های جبهه ملی پیش ببره که دیگه اصلا مردم به حرف بختیار و جبهه ملی و امثال هم گوش نمی کردن. مردم خواست های عمیق‌تر و گسترده تر از اونهایی داشت، اونها داشتن، و روحانیت تونسته بود هژمونیش رو مسلط بکنه. آخه برخی هم برای باورن که در واقع جریان برژنسکی و دولت کارتر تا حد زیادی موافق بود، با توجه به قولهایی که بنی صدر و قدزاده و یزدی خصوصا در پاریس و خود بهشتی داده بودن، به هم به جنرال هایزر و هم به نمایندگان دولت آمریکا گفته بودن که ما یک دولت ضد کمونیستی
خالص به وجود میاریم که رابطه خوبی هم با شما خواهیم داشت. نفتم قطع نمی کنیم. همه حرفا، تمام حرفای خمینی رو به گونه‌ای برای اونا ترجمه و تصویر کردن، دیدن خمینی آلترناتیو مناسبتری از دولت بختیار هست در مقابل اون موقع نفوذ و قدرت شوروی و بعد کمونیست ها در داخل ایران. یعنی اصلا اینجوری میگن سیاستی که کشورهای غربی پیش بردن گام به گام بود. در آغاز این طرح رو نداشتن. طرح اولشون بود که اگه بتونن شاه با همون یه بسیلا تغییراتی طریق کارتر داشت، با تغییراتی بتونه خود شاه کار رو پیش ببره. زمانی سیاستشون به تدریج تغییر کرد که دیدن شاه توانش رو نداره، ارادش هم نداره، نمیتونه چنین کاری پیش ببره. مخصوصا زمانی که به این نتیجه رسیدن که شاه میخواد از مملکت خارج بشه، اون موقع قاطعانه رفتن پشت این سیاست، اومدن که شاید بتونه از طریق بختیار این جایگزین رو انجام بدن. ولی وقتی که شورش مردم دیدن، حرکت مردم از پایین دیدن، گستردگی و حرکت مردم دیدن و نپذیرفتن بختیار از طرف مردم، آنگاه بود که سیاستشون تغییر کرد. هایزر در تهران به عنوان نماینده دولت آمریکا شروع کرد تلاش رو انجام دادن. در اینجا شرایط راحتی نبود برای اونا. از یک طرف ارتشی ها بودن، جنرال های ارتش بودن، حداقل بخشی که نمیپذیرفتن این تحول و تغییر و رفتن شاهو. از طرف دیگه خود آمریکا و غرب حرکتی از پایین مردمو که میدید، این ترسو داشت که ممکنه با توجه به این قضیه، تاکید میکنم در آغاز قبل از اینکه اینا هژمونی رو در دست بگیرن، خواست و محتوای حرکت انقلابی خواست چپ بود، ترس اینو داشتن که چپ تو این وسط قدرت بگیره. ایران در همسایگی شوروی قرار داشت، بنابراین اینا یه سیاستی هم داشتن، سیاست کمربند سبز. میبایست اون سیاست رو پیاده میکردن، اون سیاست رو پیش میبردن. وقتی که به این مرحله میرسه، میان میگردن تو این وضعیت، نیرویی که داره هژمونی هم به دست میگیره، پایه داره. حالا اونو بعدا میتونیم صحبت بکنیم که چرا اصلا این تونس این نیرو به دست میگیره. این نیرو پایه داره و نیروی ضد کمونیسته. اینا به مثابه یک نیروی ضد کمونیستی که میتونه کمونیست را سرکوب بکنه، نیروهای چپ را سرکوب بکنه و در مقابل شوروی بیسته، از طرف دیگه به قول خودشون هر دو طرف، هم جمهوری اسلامی چی ها هم کارتر، حداقل اینا رو در خداشون مشترک بودن و هر دو زاویه ضد کمونیستی داشتن، بنابراین مدر با چیکار کردن؟ وارد ائتلاف شدن. هایزر شروع کرد تماس با بازرگان ها، بهشتی ها، منتظری ها در داخل. و وقتی که خمینی رو از عراق آوردن پاریس، در تماسی که خودزاده بود، بنی صدر بود، بله، یزدی و و و دوربری هاش، اینا سخنگویانش بودن، همه با فکر کرابات، کاملا گورزنده برای جهان، به عنوان یه منجی اینو مطرح کردن. و خب غرب هم اینو پذیرفت و اونا اومدن بهترین حالاته و آخرین تصمیمشون در کنفرانس گوادالوف گرفتن. تمام امکاناتشون رو در اختیار اینا گذاشتن. بلنگوهای تبلیغاتشون بی بی سی اون زمانو کولاک میکرد. 400 تا فقط خمینی در اون دوره اقامتش در پاریس با تلویزیون ها و رادیو تلویزیون های غربی در ارتباط با اهدافش و اینها چه گفتگو کرده بود که تمام اینها قدزاده و یزدی در واقع و بنی صدر
مترجمان اصلیش بودن که تاثیر دیگه ای حرفایی میذاشتن دهن آیت الله که بگه، و در واقع به اصطلاح فکر میکردن که خمینی رو هم گول میزنن به هم خودشون، از این طریق یه پیرمردیه میرسن به قدرت که خودشون هم قربانی در واقع حیله خمینی هم شدند. ولی جالبه که اونجا شما به هایزر اشاره کردید، میگه که چند بار اسناد میگه که فرمانده نیروی هوایی و چندین فرمانده دیگه خواهان کودتا بودن و شدیداً مخالف رفتن شاه، و وقتی هم شاه رفت میخواستن کودتا کنن و حتی مانع از چیز خمینی بشن، و هایزر گفت که حتی اگر تهران خراب بشه شما نباید دست بزنید. اینها مهم اینه که اینها چیزای اهداف کمونیستی نباید پیش بره، و اینها اونا در واقع اونها از جان خودشون میترسیدن و میدونستن روحانیت بیاد سر اینا رو میبره. ولی هایزر و در واقع تیم آمریکایی بیشتر بر اون اهداف ضد کمونیستی و همون به قول شما دیوار سبز متمرکز بودن. اینها در واقع یه مجموعه ای همین کسانی که اشاره کردی در پاریس دور برش بودن، اینها فکر میکردن که خمینی میاد به هر حال به عنوان یه روحانی اینا استفاده میکنن، اینا میان به قدرت میرسن، خمینی هم تو قم میشینه کارهای خودش رو انجام میده. در حالی که خمینی با حیله خیلی ویژه‌ای وارد این قضیه شد، همه اینا رو فریب داد. اینا فکر میکردن که اونا در واقع دارن میچرخونن، در حالی که اون اساساً به اون سیاستهایی که داشت، به اون نظراتی که داشت، به اون برنامه‌هایی که داشت که برنامه کاملا مبهم و گنگ که همه جور میتونست مانور بده و با نوره خودشو داد، همه اینا رو فریب داد. سرانجام هم سر همه اینا رو فهمیدی چی شدن دیگه، از بنی صدرش بگیر تا قطب‌زاده که دیگه تکلیف روشنه و غیر یزدی و اینا. یعنی هیچ کدوم از اینا نتونستن کوچکترین نفوذی روی خمینی داشته باشن. در واقع خمینی از همه اینا استفاده کرد و اکثر بهره برداریشو کرد توی این قضیه. به هر حال همونطور که عرض کردم، اینا اومدن پشت خمینی، در نتیجه از داخل هایزر اقداماتشو کرد همونطور که اشاره کردید، ارتشو خونسا کرد. وقتی دید حکومت بازرگان، حکومت بختیار توانایی نداره، دست از پشت حکومت بختیار کشید و حکومت در واقع منتقل کرد. روزی که بازرگان به عنوان نخست وزیر از طرف خمینی اعلام شد، به عنوان اعلام دولت کرد خمینی، در واقع هایزر تمام اهرم های لازم رو برایشون چیده بود. اینها در واقع غرب و اینها هر دو با هم متحد شدن علیه مردم ایران. حالا اینجا خیلی صحبت هست که مثلا خب به هر حال بحث سر اینه، به نظرم بعد از 40 سال پلتفرم دولت موقت چی بود؟ یعنی بعد از 40 سال شما اصلا نگاه میکنید، چون خیلی ها مثلا خصوصا نسل جدید فکر میکنن خب این انقلاب شاید ثمرش دولت موقت بود، ولی الان شما میبینید که اسنادی که بیرون اومده نشان دهنده همین روابط پشت پرده در واقع غرب، خصوصا قدرت‌های بزرگ آمریکا و انگلیس با روحانیت، و اینکه ساخت و باخت کردن که سریعا دولتی تشکیل بشه که ادامه دهنده سیاست در واقع سرکوب کمونیست‌ها، نیروهای چپ، نیروهای ترقی‌خواه تو ایران باشه، و اینا حداقل در این سم به طور بسیار جدیتری در واقع این سیاست رو پیروی کردن، و خود مثلا میگن دولت موقت بود که حجاب رو در واقع حجاب اجباری رو در ادارات معمول کرد، یا در واقع سیاستشون سرکوبشون در ارتباط با کردستان، ترکمن‌صحرا، خلق عرب و سرکوب اونها با جنرال مثلا تیمسار مدنی که از به اصطلاح ملی مذهبی ها بود. این مجموعه چقدر چه نقشی داشتن این در واقع لیبرال ها، لیبرال مذهبی ها
در تشکیل این دولت حکومت اسلامی و در واقع ارائه این پلتفرمی که اینها تا الان ادامه دهنده شد. اینا در یک کلام محلل بودن، توی اسلام رسم میگن که بسیار وقتی که یه چی طلاق میگیرن، طلاق اتفاق میفته، سه طلاقه میشن فلان، احتیاج به یه نفر هست که محلل باشه بعد بتونه اونو برگردونه. در واقع امر اینا محلل بودن، یعنی حکومت رو یه پلی بودن برای تثبیت حکومت به سمت روحانیت. شما نگاه بکنید وقتی که حرکات مردمی ایران آغاز شد، موج وسیع مردم، یعنی در واقع اگر یک کلام در یک کلام بخوایم بگیم، گسترده ترین و توده‌ای ترین و مردمی ترین انقلاب مردم ایران بود و جز بی نظیر ترین انقلابات توده‌ای جهان بود. کمتر انقلاب های در سطح جهانی شما می دیدید که تمامی شهر و روستا در هر کجا که می دید مردم در حرکت و در اعتراض و در تظاهرات هست. در وقتی که در یه همچون وضعیتی شد، همطور که عرض کردم، دو نیرویی که کودتای 28 مرداد انجام دادن، روحانیت و دربار، و اینجا مردم یک صدا دربار رو دارن رد میکنن، بال دوم کودتای 28 مرداد که روحانیت بود، کاشانی، فلسفی، فلان، اگه تو موشه اول انقلاب فلسفی چیکار میکرد؟ کاشانی و طرفداران کاشانی، همین حاکمیت فعلی چیکار میکرد؟ یک صدا وارد صحنه بودن اینا دیگه، همه به اصطلاح کاشانی چی ها سمبولش فلسفی بود دیگه، سخنرانی های بعد از 28 مرداد و سخنرانی های اوائل انقلابش. این در واقع در بحرانی که به وجود اومد، قدرت از یک جناح از حاکمیت به جناح حاکمیت که اختلافاتی هم با هم داشتن، به ویژه بخشی از این روحانیت که بخش به اصطلاح طرفداران خمینی بودن، و اونم اختلافاتشون سر مسئله چی بود؟ چگونگی پیاده شدن همون مسئله سال 40، انقلاب به قول معروف اصطلاحا انقلاب سفید مطرح می شد، و در بخش های اینا به ویژه در مورد مسئله زنان اینا اختلاف داشتن با هم. در یک بحران اینطوری در واقع قدرت به دست مردم نیفتاد، قدرت رو با حامیان بین المللشون تونستن از مردم بره بایند. خواست مردم در آغاز نان بود، کار بود، آزادی بود، استقلال بود. ترکیب حرکت، ترکیب بسیار نیروهای شرکت کردن در انقلاب وقتی نگاه بکنیم میفهمیم که یک پارچگی مردم یعنی چی. حرکت از زورآبادها شروع شد که مسکنشون رو سرشون خراب میکردن، به قول معروف توفنده ترین بخش انقلاب حاشیه تولید بودن. حاشیه تولید در زمانی که شاه حاکم بود به وجود اومد، گسترده شد. گودگری ها، زورآبادها، خاک سفیدها و و و و در دوران شاه، در اوج قدرت شاه به وجود اومد. در زمانی که در سال 54 بیشترین درآمد نفت و جامعه ما داشت، زورآبادها گسترش پیدا میکردن، حاشیه تولیدها گسترش پیدا میکردن، حلبی آبادها گسترش پیدا میکردن. بحرانی که رژیم درگیر شد به ویژه از سال 54، بحران اقتصادی که درگیر شد، انقلاب 57 رو در واقع سازمان داد. از یک طرف یک تشابهی میشه گفت داره با دوره احمدی نژاد، درآمد عظیم نفتی که وارد شده بود که به قول خود شاه اونجا عنوان میکرد که اگر در گذشته میگفتیم که نمیدونم وسط تابستون بودجه را چیکار بکنیم، کم بودجه را چطوری جبران بکنیم، الان میگیم که این پول این درآمد رو چگونه به بودجه تبدیل کنیم. در یه همچون وضعیتی
ادهی از بخشی از جامعه، دوروری های دربار و طول عرضی که داشتن، اونها به ثروت های هنگفت و هنگفتری رسیدن، بخشی از جامعه چخبختیارها و قول قدیمی ها به پول و مکنت به قول مرد رسیدن، از طرف دیگه تودایی که از روستا رانده در شهر مانده بود، بی چیز و بی نان و گرسنه بیکار. آمارش هست الان، حالا باید یه موقع سر فرصت باشه رفیق علی بشینیم دقیق تر این مثال صفتم، داریم خیلی کلی حرف میزنیم. آره دقیق تر توی جمعیت 36 میلیونی 70 درصد بی سواد. بله 70 درصد بی سواد. وقتی که میگیم که این بی سوادی آخه تبعش همون بیخبری و واقعا به دامان جمهوری اسلامی افتادن مردم بود دیگه، محرومیت بود، در یک کلام محرومیت از در واقع مهمترین بخش، یعنی یا تصویری رو که میتونه از یه انسان ارائه کنه همین بیسوادیه. هم یعنی که تو نه جایگاه اجتماعی داری، نه جایگاهی برای آگاهی یافتن و چیز داری، همه به قول معروف تصویر اون دوره ماست با یه جمعیت 36 میلیونی و موقعیت استراتژیکی که داشتن، نتونستم اون جامعه رو یک جامعه متوازنی چه در واقع سازمان بدن. حالا خب اوزان بدتر شد که به وجود اومده بود براشون. شما نیا کنید خواستی که مردم داشتن، خواست آزادی، استقلال، در یک ابهام مطلق، در یک ابهام مطلق روحانیت درست برای سوار بشه. چرا میگم ابهام مطلق؟ شما نگاه کنید اون چنان خفقانی بر جامعه ما حاکم بود، به ویژه از سال 40 به بعد، 42 به بعد، هیچ نیروی سیاسی روشنگری نمیتونست تو جامعه حرف خودشو بزنه، هیچ دانشجو بودن اتوماتیکمان جرم بود. چرا؟ چون وقتی دانشجو هستی مری کتاب میخونی، هر دانشجو اول زیر نظر انگار گرفته میشد که کتاب میخونه یا نمیخونه. اینو به چیز میگم، ولی واقعا قضیه که مثلا یه کتاب اگر یه دانشجو پیدا میکرد میخوند برش جالب بود، اگر میداد دست رفیقش که اون کتاب هم بخونه، هم این دستگیر میشد همون. ممکن بود سر یه کتاب خیلی ساده، سر کتاب خیلی معمولی، سر یه نوشته خیلی خیلی ساده، یه تحلیل اقتصادی خیلی ساده، یه تحلیل سیاسی خیلی ساده که دست به دست میشد، ده ها نفر دانشجو و معلم و غیر زالک اینا دستگیر میشدن و به زندان میفتدن. همه شون جرمشون چی بود؟ مثلا تحلیلی در مورد وضعیت اقتصادی ایران، بحرانی که داره به وجود میاد، در حالی که اگر سه نفر نیروی سیاسی میشه سر این مسئله صحبت میکرد، با عنوان یه اصلی تشکیلاتی میگرفتن میزدن، حالا چه ملی بود، چه چپ بود، چه هر گرایش سوسیالیستی که داشت، هر گرایش ترقی‌خواهانه که بود، جاش کجا بود؟ زندان بود، شکنجه بود. در همون مقطع با روحانیت برخورد دیگری میکردن. درسته که بخشی از روحانیت که همین طرفداران خمینی و امثال خمینی بودن زیر فشار بودن، منتها این کجا و آن کجا بود؟ فشاری که تو زندان ها به طرفداران خمینی میوردن مثل رفسنجانی و امثال هم، با فشاری که یک دانشجوی دستگیر شده یا یک نیروی سیاسی دستگیر شده میوردن، اصلا قابل مقایسه نبود. در زمانی که همینطور گفتن کوچکترین یک کتابخونه دانشگاه اگر درست میشد، دانشجوی کلوپ کهنه وردی درست میکردن، یا در هر جای دیگه خارج از دانشگاه، درون دانشگاه و هر جای هر محیط روشن فکری دیگه یک کلوپی درست میکردن، دستگیر میشدن، زیر ضرب میرفتن و جاشون زندان بود. در همین تهران بیش از 30,000
حوزه و حسینیه و نمیدونم چه و چه بود مثلا تکیه بود که مثال مذهبی رو گسترش میدن. حاکمیت خودش تناقض داشت، از یک طرف مدرن بود از یک طرف مذهبی بود. سخنان خودش رو نگاه بکنید، کنسه اونایی که به اصطلاح بشا مشاوره میدادن، به حاکمیت مشاوره میدادن از اسرائیل و آمریکا و فلانی حرفا، اساسا علیه مبارزه علیه کمونیستا بود. بنابراین دست مذهب و مذهبی رو باز میگذاشتن. دیگه همچون وضعیتی مردمی که گرسنه بودن، نان میخواستن، آزادی میخواستن، کار میخواستن، مسکن میخواستن، مسکن چون سرشون خراب نکنن، ایده نداشتن. نیروهای مترقی، نیروهایی که میدونستن چی میخوان، نوع جمهوری حداقل میدونستن چی میخوان، اینا اجازه صحبت کردن، اجازه حرف زدن تو جامعه نداشتن. مردم موقعی که حرکت مردم آغاز شد، کسی رو به وجود نبرد، هیچ نیروی سیاسی رو به وجود نبرد. خود به خود وقتی که خونه های مردم رو سر مردم خراب میکردن، مردم به حرکت در اومدن. بعدها نیروهای سیاسی وارد شدن. دار دسته خمینی بعدها شاید دیرترین جریانات بودن، منتها تونستن در یک ناآگاهی کامل مردمی قدرت در دست بگیرن. وقتی که حاکمیت اجازه هیچ نوع روشنگری نمیده، هیچ نوع به صلاح ترس تفکری رو نمیده، مردم حاشیه تولید، مردم زحمتکش، مردمی که به قول شما 70% بی سواد هستن، دم دستترین نظرات ایدئولوژی ها رو چیز میکنن. توهم عدل علی میاد برشون سوار میشه، توهم برابری طلبی ابوذر غفاری میاد روشون سوار میشه، که راهی برده میشن که دیدیم 40 ساله داریم این راه تیره رو داریم میبینیم. وقتی که میگیم رژیم خمینی زاده رژیم شاه بود، رژیم اسلامی ادامه دهنده رژیم شاه بود، ادامه رژیم شاه بود، ادامه رژیم پهلوی بود، در این رابطه است. اونا ناآگاهی رو تولید کردن، مردم رو در بیخبری مطلق گذاشتن، در یک به اصطلاح حرکت عمومی مردمی، همینطور که عرض کردم، ناآگاه ترین قشر جامعه میاد و اون فریب به اصطلاح روحانیتی که دم دست هست، روحانیتی که عرض کردم فقط تو تهران 30,000 تا دم دستگاه داره، مسجدها رو در نظر بگیرید، در سازمان یافته ترین جریان ایدئولوژیک سیاسی مذهبی هر چی اسمش بذاری اینا بودن و هیچ جا حکومت مانعشون نمیشد. در تمام مدت مساجد دایر بود. این هم موقعی که انقلاب شروع شد، برای به اصطلاح در دست گرفتن هژمونی مردمی همه ابزار لازم رو داشتن، که این زمینه رو در نظر بگیر، تو این فضا بود، تو این زمینه بود که از یک طرف خواست مردم، همونطور که عرض کردم در واقع خواست نان و آزادی بود، اومدن چیکار کردن؟ اینو، این خواست رو بر توهم مذهب سوار کردن. و اینجا بود که خب در یه هم شرایطی ایدئال بود برای نیروهایی که علیه کمونیست هستن، در اون توازن قوای بین المللی در رابطه با شوروی، تمامی نیروهای به اصطلاح امپریالیست جهانی بیان دنبال این نیرویی که هم امکانات داخلی از این طرف داره و اونا هم امکانات رو براش گسترده بکنن، بسازن، هم در داخل بتونن نیروهای مخالف اینا رو سرکوب بکنن، هم با ارتش رو و غیر اینا رو بیان خونسا بکنن. شما نگاه کن، ساواک خودش میاد با اینا قراردادی بنده، موقعی که منتظری میخواد بره پاریس، برای خمینی سلشگر مقدم با ثابتی میان میشنن صحبت کنن که آقا برو این پیام ما رو اینطوری بهشون برسون. یعنی ساواک هم میفهمه که دیگه
نمیتونه این وضعیت رو نگه داره. از طرف دیگه ساواک میبینه که چپ تو جامعه داره رشد میکنه، ادامه پیدا کنه جامعه، جامعه چپ هست، خاص چپ هست. بنابراین میاد چیکار میکنه؟ همسویی میکنه، هم داستانی میکنه، هم دستی میکنه با اینا. اونهایی که متاسفانه روز 70% واقعا جمعیت جامعه ما جوانه، جوانانی که دوران شاه ندیدن، دوران تیره و سیاه حکومت اسلامی رو دیدن، اینا فکر میکنن اون زمان یه حاکمیتی بود گل و گل بود. چرا؟ چون مردم میبینن که این حکومتی که اومده 40 سال با زندگی عرفی مردم مبارزه کرده. میگن خب اون موقع مردم زندگی عرفی خودشون داشتن، لباس هر طور دلشون میخواست میپوشیدن، حالا کار به حقوق نداشتن، ولی برخی میگن بعد کاورشون میرفتن فلان میکردن، یه زندگی اینطوری در واقع نرمال اینطوری داشتن. در حالی که همون موقع نگاه بکنیم به حقوق ایران در رابطه با مسئله زنان، به برخی میگن که این دوره مثل دوره زمان شاست، میگه همون مردمی که به اصطلاح دنبال روحانیت افتادن و به قول شما میخواستن حکومت عدل علی رو تجربه بکنن، نوستالژی حکومت عدل علی و اون برابری حکومت عدل علی رو امروز به تماشا نشستن با اجرای حکومت اسلامی در ایران و حکومت داعش. اونهایی هم که در واقع تجربه رژیم شاه رو نداشتن و در دوره تاریک جمهوری اسلامی در واقع متولد شدن، بزرگ شدن، نوستالژی همون حکومت رو دارن. یعنی هر موقع میخوایم بازگشت کنیم به گذشته، در گذشته زندگی کنیم و نه در آینده، در واقع چیزی باز تولید میکنیم که در واقع جز جهنم دیگری نیست و در واقع این مجموعه است که آدم رو وادار میکنه که به آینده بیاندیشه. یعنی اگر نگاهی ما داریم میکنیم به این گذشته، به چهلگی در واقع انقلاب اسلامی، شعارها و صفبندیها و به قول معروف توطئه ها و چیزهایی که در پشت پرده این جریانات شکل گرفت که در واقع ادامه سرکوب جنبش ترقی خواهی، جنبش مدرنیته و تجدد خواهی در کشور ما بود، از انقلاب مشروطه تا به قول شما 28 مرداد و بعد ادامه حکومت اسلامی، همه و همه یک جهت تاریخی داشتن. جهت تاریخیش اینه که مردم نباید سرنوشت خودشون رو در دست بگیرن. اگر شاه سایه خدا سرنوشت مردم رو در دست داشت، بعداً روح خدا اومد سرنوشت مردم رو به گونه ای نه فقط در دست گرفت، بلکه اصلا سرنوشت مردم رو به یک تاریکی وحشتی فرو برد. به این لحاظ میشه گفت که دوره‌ای که درش هستیم، که باز میشه گفت شعله‌های انقلاب دیگری درش هست، آن چیز که مهمه اینه که گذشته چراغ راه آینده است. در به گذشته بر نگردیم، باید آینده دیگری رو بسازیم. این مهمترین در واقع میشه گفت که دستاورد بررسی این به اصطلاح حرکت هایی که در واقع ما داریم. دقیقا عرض کنم به حضورتون، بعضی جریانات هستن مثل سرطن طلب ها. سرطن طلب ها هنوز یک ارزیابی دقیق و درستی ندارن که چی شد، یا خودش رو فریب میدن. مثلا یکی از چیزایی که مثلا مطرح میکنن، میگن که آره علت این که شاه غرب دستش از پشت سر شاه برداشت این بود که شاه نفت رو برد بالا و نمیدونم فلان و بمان در مقابل اونا واسد و گردن کلفتی کرد، در حالی که یه چیزی کاملا غیر واقعیه. این نشون میده که اینا نمیخوان بفهمن چرا مبارزات مردم شکل گرفت. این آقای آهی سفیر، سالها سفیر ایران بود و حتی سفیر رسمی غیر رسمی شاه با آمریکا بود، این خیلی روشن میگه، میگه آجا همچه دروغ بزرگی بیش نیست که ایده ایمه دارن مطرح میکنن. خود کیسینجر مطرح میکرد، میگفت که نه، نفت رو از یه حدی نباید بذاریم پایین تر بره، به خاطری که بتونید در جایی دیگه سرمایه گذاری کنید، در بخشای دیگه انرژی. اگه نفت بیاد پایین، در واقع جایی دیگه
و بخش دیگر انرژی سرمایه گذاری نمیشه. و ما اینجا این قشنگ خود این مسئله نشون میده که وقتی کسی اینجوری میخواد بالا بردن قیمت نفت، خواست تنها شاه نبود، خواست اونا هم بود، اونا هم میخواستن از این حد اکثر استفاده خودشون بکنن. اینا نمیخوان بفهمن که چرا به اصطلاح انقلاب شد، زمینه انقلاب رو نمیخوان بفهمن. به همین دلیل هم همیشه فکر میکنن که یعنی اگر روز روزگاری برگردن باز همون بساط، همون حکومت خفقان، همون حکومت سرکوب، همون حکومت گسترش آشیه تولید، همه اینا. شما نگاه کنید یک چهره کوچکی از دیکتاتوری شاه اگه بخوان نشون بدن، حداقلش اینه که حزب رستاخیز رو باید بیان میکنن. حزب رستاخیز یه اوج دیکتاتوری شاه بود، شاید مالی خولیایی که حتی به علم که وزیر دربارش بود که حزب مردم مال اون بود، ایرانی نوین که نخست وزیرش داشت، حتی به اینا هم اعتماد نمیکرد، اینا رو منحل کرد، گفت که احزاب خارجی ساخته است، خودش اومد یه حزب درست کرد. و نگاه بکنید در پلتفرمی که همونجا میگه، میگه حزب رستاخیز بر مبنای اسلام، بر پایه اصول اسلام، اسلام حقیقی، اسلام واقعی. یعنی طوری صحبت میکنه که انگار خودش و نماینده خدا میدونست، یعنی نماینده خدا در ایران زمین میبینه که یه نیروی بهش رحم میده. همینطور که اشاره کردی نمایندگان گردن کلفتر خدا اومدن گفتن برو ما هستیم، بفر و کنار. اینا نمیخونی واقع اتفاقن که آقا جان مسئله نان بود، مسئله آزادی بود، مسئله سرکوب های گسترده بود، خفقان گسترده در سراسر جامعه، این مسئله خفقان گرفته بود، بی خودی انقلاب بی خودی نبود که سراسر جامعه شکل گرفت. چرا؟ یک پارچه همه علیه دربار و علیه به طور مشخص شاه بودن. مسئله اینجاست که به حال مجموعه روندی که پیش اومد باعث شد که انقلابی صورت بگیره. این انقلاب به یک قیام پیروزمندی داشت که سلطنت رو کنار زد، ولی درست در همون مقطع در نطفه خفه شد و انقلاب مرد. از موقعی که روحانیت ارتجاع قدرت اصلی در دست گرفت، انقلاب مرد. و نیروهایی بودن همون زمان فریاد زدن انقلاب مرد، زنده باد انقلاب، انقلابی دیگر باید. و به هر حال ما افتخار میکنیم جز اون نیروهایی بودیم که از همون روز اول متوجه شدیم که انقلاب مرد و این فریاد رو زدیم. الان امروز خواستهایی که انقلاب بهمن در شکست انقلاب بهمن مدفون شد، امروز با صدای رسا دارن کارگران و زحمتکشان فریاد میکشن نان، کار، آزادی. این فریاد انقلاب بهمنه و فریادیه که امروز فراتر از پیش باید چیکار کنیم، بیش از پیش باید فریاد بزنیم، صدا را بلند کنیم، زنده باد انقلاب، نان، کار، آزادی. ممنون و سپاس از تو رفیق ابراهیم آبخ عزیز. به قول شما همچنان شعار نان، کار، آزادی، اداری شورایی یا حق تعیین سرنوشت که از انقلاب مشروطیت آمد در با سلاخی شاهان روبرو شد و سپس در انقلاب 57 در یک زایمان پردرد یک مرده از دایناسوری رو در واقع بر تخت سلطنت نشوندن، همچنان صدای نان، کار، آزادی، اداره شورایی و حاکمیت شورایی در واقع فریاد میشه و ما همچنان این پرچم رو در دست خواهیم گرفت تا آیندگان آینده خودشون رو بتونن سازمان بده. سپاس از تو. نکته علی جان بگم که جمهوری اسلامی هم این 40 سال دل 40 سالگیشو داره جشن میگیره. اسمش گذاشته در واقع 40 سال افتخار، افتخار به گذشتهش و از طرف دیگه امید به آینده. افتخاری که نداره، دزدی، قتل، غارت،
جنایتی که 40 سال داره انجام میده. آیندم که خودشون بهتر از من و تو میدونن، همشون دارن اعلام میکنن که جمهوری اسلامی واقعا بی آینده است. و در این مقطع این میخواد چیکار کنه؟ یه فیلی هوا بکنه، درست در اوج ضعف خودش میخواد به مردم خودش و به نیروهای درونیش و به جهانیان بگه که ما هستیم. ولی من به نظرم این فریاد هستیم ما شبیه همون تظاهرات گسترده‌ای که شاه قبل از انقلاب بهمن در تبریز گذاشت و بعدش زانو زد. اینم هر چقدر بسیج بکنه، هر چقدر نیروهای داخلی خارجی بسیج کنه و دعوت بکنه در جلسات برنامه‌های خودش، من تشابهی مثل اون میبینم که فکر میکنم به زانو زمین خواهد کرد در آینده بسیار نزدیک. در واقع جالب، یک آمار بسیار کوچک از این 40 سالگی نشریات داخلی دادن در چیزهای متعددی که یکی از این در واقع نویسندگانی توی فیسبوک نوشته بود که 225,000 شهید، 6,000 مفقود الاثر، 574,000 جانباز دارای پرونده، 43,000 آزاده، 63,000 همسر شهید، بعد توی 176,000 فرزند شهید میگه، و در میان تصمیم گیرندگان اصلی جنگ پدر شهید، جانباز و یا آزاده وجود ندارد. 200,000 روحانی، 150,000 طلبه، 3,600,000 بیکار، بیکارانی که به 5,000,000 نفر خواهند رسید، 4,600,000 معتاد، 2,800,000 معتاد دائمی، 1,800,000 تفننی، 600 تن مواد مخدر سنتی مصرفش در ایران، و سونامی قبل از سونامی تورم 40,000,000 نفر به قول رئیس کمیته امداد زیر خط فقر، در حالی که خط فقر اونم در سال چیست؟ 96. و توی 5,620,000 نفر تحت پوشش کمیته امداد خمینی، 13,000,000 نفر از سن ازدواج عبور کردن، مطلقه ها 6,000,000 نفر، و جالب اینه که 15,000 دختر زیر 15 سالی مطلقه وجود داره، اختلالات روانی در 20,000,000 نفر، رئیس جامعه متخصصین داره میگه، 112,000 سرطان فقط در سال 96، 66,000 ایدزی، بیماران ام اس 84,000 نفر، تصادفات جاده‌ای و درون شهری 17,000 نفر در سال، سانحه هوایی 1,490 نفر از سال 56 تا چیست. و جالب اینه که بدونین 150,000 تا 180,000 نفر در سال خصوصا بعد از 88 فرار میکنن از کشور، 5,000,000 نفر تا الان در واقع فرار کردن. و جالبش اینه که جمعیت سال 57 36,000,000 و جمعیت کنونی 81,000,000، جمعیت دو برابر 25 برابر شده، در حالی که تعداد زندانیان 22,000 نفر هست، میگه تعداد زندانیان 10 برابر سال 57. بعد دیگه حالا چیمه بقیه رو دیگه خودتون پولشویی، میگه 36 میلیارد دلار فقط در سال 96. در یک کلام 40 سالگی جمهوری اسلامی باید اینو گفت، 40 سال سیاهکاری های گذشته و ناامید به آینده، بیا بی امید به آینده. دقیقاً اون که میگه فلان و فلان. به این لحاظ باید همون جوری که از قبل گفته بودی، باید برای یک آینده بهتری که نان، کار، آزادی برنامه هر دولت و جامعه‌ای باشه، برای اون مبارزه کرد و تا
طوری که همه در برابری و رفاه و آزادی بتونن زندگی شرافتمندانه و خوبی رو برای خودشون سازمان بدن. سپاس از تو. قطعا ما در برنامه آینده در مورد کارنامه 40 سالگی جمهوری اسلامی و خصوصا نقش چپ در انقلاب صحبت کنیم، چرا که بسیاری این نقش رو در واقع انقدر پررنگ میکنن که فکر میکنن ثمره این انقلاب این بود، در حالی که ثمره شکست انقلاب حکومت اسلامی بود. اگر انقلاب پیروز میشد قطعا ما شاهد شکوفایی و دوره دیگری بودیم از تاریخ نوین مردم ایران. بله، ما الان یه نگاه کلی کردیم، حتما بعد یه جلسه با هم صحبت بکنیم علی جان در رابطه با درس هایی که میگیریم برای انقلاب. بزرگترین انقلاب مردم ایران شکست خورد و الان هم برآمدی رو ما میبینیم. بنابراین درس هایی که ببینیم که به قول معروف چه بکنیم که چه نشه. دقیقا ممنون و سپاس از تو رفیق ابراهیم گرامی.